هالیوود، سرزمینی که در اون تنها رویاهای محالی که خریدار داره. سرزمینی عشق، شور و ستاره‌هایی که فروغشون حتی از ستاره‌های آسمون هم تابناک‌تره. گرچه شیوه کسب و کار و نمایش فیلم ها از هالیوود قدیم تا هالیوود مدرن و امروزی تفاوت های بنیادینی کرده، اما یک اصل همیشه در اون ثابت مونده: داستان ها بدون حضور ستارگان درخششی نخواهند داشت. امروز داستان بزرگی داریم از مردی که بی‌محابا ترس‌ها و رویاهاش رو روی پرده نقره سینما زندگی میکنه. این گفتگوی صمیمانه و بی‌پرده مکس امینی است با شان توپ، بازیگری که در کارنامه‌اش از متفاوت‌ترین فیلم‌های هالیوودی گرفته تا پرفروش‌ترین فیلم‌های قولاسای مارول جا خوش کردند. شان، خیلی خوشحالم که امروز باهات این مصاحبه رو میکنم و به عنوان یک هنرپیشه بسیار موفق هالیوود که ایرانی هستی، دوست دارم بریم در عمق زندگیت و از بچگیت برامون شروع بکنی. بزن بریم. شان در خانواده‌ای با تحصیلات عالی به دنیا آمد. پدر بزرگ متنفذ او که صاحب نمایندگی انحصاری کمپانی دکتر شول در ایران بود، برای باقی خانواده رویاهای بزرگ در سر داشت. اما شان از همون سنین کم نشون میداد که علاقه‌ای به ادامه مسیر خانواده نداره. از چه سنی متوجه شدی که میخوای بازیگر بشی؟ این حس بهت الهام شد که تو یه بازیگر خوبی هستی؟ من 5 سالم که بود، من یادم تلویزیون نگاه میکردم، برای اول سیاه و سفید آسکار رو نگاه کردم و اکتینگ فهمیدم. و ولی همیشه من از بچه میپرسن که چیکاره میخوای بشی وقتی بزرگی؟ میگفتم که آره، من همیشه میخوام هنرپیشه بشم. همیشه میگفتن این بعد این حرفا بگو، میخوای دکتر بشی، مهندس بشی؟ ولی این تو خون من بود و هیچ وقت این نمرد. از بچگی من همیشه دلم می‌خواست جیمز باند باشم، نه تنها به خاطر جیمز باند، به خاطر اینکه این میتونست خودشو جای رولای دیگه بزنه. یه مختصر از شخصیت پدرت برام تعریف کن. پدرم خیلی با من فرق میکنه. رفیق باز بود به اصطلاح. هر 6 ماه بار عشق ماشین داشت. واسه همین به بهانه اینکه بره برای کار، میرفت اروپا یه دونه ماشین میگرفت از پژو یا از مرسدس یا از اون بر، بعد میرون ماشین رو از اروپا به ایران. هر دفعه هم سعی کرد که یه رکورد بشکنه، 3 روزه بیاد یا 2 روزه نیم بیاد. خیلی با تو فرق میکنه، نه رفیق بازی، نه مسافرت دوست داری، نه پرسنالیتی هیجانی داری. تو خودت واقعا همین هایی که میگی در وجودت خیلی خیلی قوی هستش. آره، راست میگی. چه المان شخصیتی اخلاقی از مادرت به ذهنت میاد؟ با اینکه مادرم اینقدر به اصطلاح به من وابستگی داشت، ولی بهم اجازه میداد که پرواز بکنم. خیلی تراستم میکرد مادرم از بچگی. شما این موتوری که میبینید اینجا گذاشتیم، من 11 سالم بود برام موتور خرید مادرم. من الان فکرشو میکنم دیوونه میشم که میگم بچه 11 ساله چجوری به مامانم میگم تو چجوری بچه 11 ساله اومدی موتور خریدی؟ میگفت حریفت نمیشدم. مادرم یه روز داشت ماهاشو درست میگرد، من رفتم گفتم مادر من میخوام برم امریکا. و مادرم میگفت یعنی چی میخوای بری امریکا؟ گفت مادر من اینجا بسته دیگه، اینجا بذار من برم دنیا رو ببینم. گفت حالا بذار من با پدرت صحبت کنم ببینم تو اینجا بند نمیشی. پدرم گفت نه، امریکا نه، امریکا دوره، تو هم که شری،
و 13 سال و نیم من بود که منو فرستادن سوئیس. همچنین سوئیس هم که میدونین خیلی رژیمنت داده، خیلی همچنین قانونو گفتن خب این براش خوبه، یکم یاد بگیر، ادب یاد بگیره. شان به زوریخ فرستاده شد تا در انستیتو مونتانا که یکی از مجهزترین و بروزترین مدارس اروپا بود ادامه تحصیل بده. گرچه شان علاقهی به تحصیل آکادمیک نداشت، اما تنهایی های این دوران بر شخصیت او تأثیر عمیقی گذاشتند. اتفاقا خیلی جالبه، چون که این یربوک سوئیس بچه ها میمیستن که مثلا این پسر میخواد چیکار بشه، اینا نوشته بودن که این بامزه ترین بچه کلاسه و حتما هم که این موفق بشه در کار انترتینمنت. بعد از که 2 سال تو سوئیس بودم، بعد از یه مدت من بیقراری کردم، هی به مادرم میگفتم مادر من باید برم امریکا، این فایده نداره، سوئیس اینجا من میکشه و من میخوام برم امریکا، میخوام برم هنرپیشه بشم. و من یک نامه 10 صفحه بالا بلند برای پدرم فرستادم ایران. خب نامه تو چی بوده توش اون وقت؟ نامه میگفتم که من میخوام برم امریکا، به اصطلاح میخوام هنرپیشه بشم، من به خاطر این، به خاطر اون. پدرم به اصطلاح انگلیسی نوشته گفت I will disown you، یعنی من تو رو از اسم خودم برمیدارم اگه همچی کاری بکنی. ولی به هر صورت من راستش رو بگم، من جوری که از امریکا اومدم به ادون اجازه پدرم بود. مادرم میدونست ولی پدرم نمیدونست. پدر شما نمیدونست که داری میای امریکا؟ نه، من با سکرتری مدیر مدرسه رو هم ریختم و پاسپورتمو کش رفتم از تو آفیس مدیر و رفتم تنهای یه بچه به اصطلاح 15 سال نیمه خودم اتوبوس گرفتم، رفتم زوریخ سفارت امریکا، رفتم نشستم جلو یه خانومی و گفتم که آره من ویزا به امریکا میخوام. گفت که اصلا پرسید، گفتش که تو پدر مادر کجا؟ گفتم پدر مادر ایرانم. گفت گاردین بعد داشته باشی؟ گفتم من نه، گاردینم اینجا عموم لوزانه، ولی خب میدونی خیلی مشغوله نمیتونه بیا. خلاصه من با چرب زبونی، این اینقدر از من خوشش اومد که ویزای امریکا رو بهم داد. شان که حالا یک قدم به رویای بازیگری نزدیکتر شده بود، با تمام وجود ابعاد اهمیت جهان سرگرمی و سینما رو در زندگی روزمره آمریکا میدید و این مطمئنش میکرد که به جای درستی پا گذاشته. رفتم نیو همشور، پسر خالمو پیدا کردم و پسر خالم تعجب کرده بود که تو تنهایی اومدی اینجا که چی؟ اون حس اولی که رسید تو آمریکا چجوری بود؟ یکم گیج بودم، چون که نمیدونستم آینده من چی خواهد شد، ولی یه احساس خوبی داشتم که فکر میکردم که جای من اینجاست. پدرم ازم خواست که حالا که اومدی امریکا اقلا یه کار واسه ما بکن، بیاد برو مهندسی بخون یا برو رشته دکتری ما رو. گفتم چشم. البته هنوز دلم میخواست که به اصطلاح یه جوری بابامو راضی بکنم که به اصطلاح برم دنبال هنرپیشگی، که البته نه اصلا خوشش نمیومد. بعد از 2 سال من وقتی باستون بودم، یکی از دوستای من حسین موف کرد LA، رفت USC. بعد یه روز باش صحبت میکردم، زمستون بود، گفتم ای حسین چطوری، چه خبر؟ گفتم چرا نفس میزنی؟ گفت الان از استخ اومدم. گفتم تو استخ سرپوشیده داری؟ استخ سرپوشیده چیه؟ اینجا 80 درجه است. نگاه کردم دیدم یک برف پشت پنجره من 2 فوت. گفتم حسین قربونتم، یه اپلیکیشن واسه من بفرست. گفت راستی میگی؟ گفتم بفرست. خلاصه ما رفتیم و من قبول شدم و موف کردم به USC. گفتم من دیگه میرم اقلا دنبال فیلم. با جا به جایی به لس آنجلس، حالا شان درست در قلب ماراتون دیوانوار بازیگری بود. حالا میتونست از همون حال و هوایی تنفس کنه که بزرگترین ستاره های جهان از اون الهام میگرفتن.
اما وقوع انقلاب ایران در آن سوی آبها رویاهای شان رو به تصویری مبهم و دور از دسترس تبدیل کردند. بعد از اینکه رولوشن شد، سیچویشن مالی خیلی عوض شد یهو، از اون بالای بالا به پایین پایین، و مجبور شدم که من فوری شروع کنم کار کردن بعد از اینکه مدرسه در میام، چون که مادرم هم با اون موقع دیگه اومده بودن اینجا که به اصطلاح کمک کنم به خانواده. رفتم دنبال به اصطلاح املاک. گاهی سرنوشت از درهایی وارد زندگیتون میشه که هیچ وقت انتظارش رو ندارید. درست زمانی که شان فکر میکرد معاملت املاک اونو کاملا از رویهاش دور کرده، همین شغل بود که پای اونو به سینما باز کرد. استارت کار هنرپیشگی چجوری شروع شد؟ من بعد از چند سال که بروکر بودم، بر حسب تصادف یه ایجنسی بود که دنبال سپیس میگشت و به اصطلاح رفیق شدیم. من همیشه بهش میگفتم میدونی من از بچگی دارم میخواست هنرپیشه بشم. من میگه آره بابا، همه میخوان هنرپیشه بشن. خلاصه من تو آفیس بودم و یه روز برگشتم گفتم که ببین، من واقعا من فکر میکنم که مثلا این اکتر خوبی میشدم. که خیلی خوب خفم کردی از واسه تو، هر دفعه این حرف میری این حرف رو میزنی، بیا یه دونه این داستان یک به اصطلاح یه پسره که پدرش از دست داده، بیا بخون ببینم چی کار میکنی. واسهش به اون سینو کردم و من نگاه کرد و گفت مردی که تو من مسخره کردی. گفتم چطور مگه؟ گفت تا حالا این کارو نکردی؟ گفتم نه. گفت تو مدرسه نرفتی برای اکتینگ؟ گفتم نه. گفت خیلی خوب، برو یه چند تا عکس بگیر ببینیم شاید یه خبری بشه. سه هفته بعدش بهم زنگ زد، گفت میخوای بری آدیشن؟ بهت نگفت برای چه فیلمی، برای چه تیوی شوی؟ نه، میخواست من نترسم. و برای رمبو بود، برای رمبو و رمبو فور. رفتم تا بالای بالا، یعنی تا آخرین خط، که سیلوستر استالون برگشت گفتش که نه، این قدش خیلی بلنده و اینا. خب شان، از اون روزی که شروع کردی، اولین آدیشنی که رفتی، تا اون روزی که اولین کار رو گرفتی چقدر طول کشید؟ زیاد طول نکشید، شاید دو ماه. اولین رولی که بوک کردی یادت میاد؟ رول فیلیپ دوپال اسمش بود، یه آدمکش مهار مال یه سریال هانتر که یه سریال خیلی موفقی بود. از اینجا کار شروع شد. Information on Philip DePaul. شان در اولین نقشش چنان باورپذیر ظاهر شد که همه رو قانع کرد این ظهور یک استعداد تازه نفسه. در چه مقطع زمانی این ورق برگشت و کدوم فیلم و کدوم پروژکت باعث شد که برسی به درجه یک هنرپیشه‌ای که حالا هالیوود میشناستش و خیلی پاش رو زمین قوی تر میشینه؟ 1994-95 بود که یه رول کوچیکی گرفتم در Bad Boys با ویل سمیت و مارتین لورنس. How much is that? 14.25. Damn. You know what? I must have left my wallet. Freeze my ass! Don't you move. Bad Boys یه جرقه ای بود. Badges? Do you want badges? که بعدش executive decision اومد، بعدش با جان توولتا Broken Arrow گرفتم. بعدش یه مدت دوباره همون رولای معمولی رو میگرفتم تا Crash. شان که با صبر و حوصله تمام مسیر موفقیتش رو آجر به آجر چیده بود، حالا آماده بود تا نقشی رو بازی کنه که انگار از ابتدا برای قامت اون دوخته شده بود. Crash 54 تا نامینیشن گرفت. واقعا افتخار من بود که تو این فیلم باشم. Yes, I speak English. جایزه بهترین فیلم سال رو برد. 6 تا نامینیشن فقط برای آسکار گرفت. And the Oscar goes to Crash. البته این فیلم کراش و رولش رو گرفتن خیلی مشکل بود. دایرکتور یه کسی رو می‌خواست پیرتر. چندین بار منو آوردن و بردن و
به اصطلاح هنرپیشه از نیویورک آوردن، از لندن آوردن، همه از LA، از این بر، از اون بر. دایرکتور از اول من خیلی خوشش می آمد، برابر میگفتش که سنش کمه، که من بالاخره بهشون گفتم، گفتم باید گریم هم کنید. I shoot a little girl. What? No, she's okay. ببینید ولی انرژی که یه رول داره خیلی فرق میکنه. میدونید چون که وقتی که تو رول فرهاد بودم، میدونی خموده بودم، یه آدم به اصطلاح خسته بود، و تنها گریم نیست، تمام لباست فرق میکنه، چیزی که میپوشی فرق میکنه، و این باعث میشه که تو بری تو این رول این آدم. موفقیت فیلم تصادف در حال صعود به بازی در فیلم ها و پروژه های جاه طلبانه تری رو برای شان باز کرد. این موفقیت اون رو به پروژه باد بادک باز کشند که فیلم بین المللی بسیار موفقی از آن در آمد. یکی از افتخار دیگه آیرون منه که ما فیلم اولین فیلم مارول رو ما شروع کردیم، من و رابرت. اما موفقیت عظیم شانتوب بازی در فیلم مرد آهنی بود. این فیلم آغاز کننده یه سری فیلم های بسیار محبوب و پر مخاطب مجموعه ابرقهرمانی مارول بود که پرفروشترین مجموعه فیلم تاریخ سینماست. کی میدونست که آیرون من بشه یک قولی مثل مارول که 22 تا فیلم تا حالا بعد از اون درست کردن. فیلم آیرون من به استودیوها نشون داد که چقدر مردم عاشق این جور فیلم‌های با سوپر هیرو هستن. نقش خیلی اساسی داشتی. لباس آیرون من رو تو درست می‌کنی به عنوان دکترش و تو این فیلم نقش تو می‌میره. Don't waste your life. چه احساسی داشتی که نقشت مرد؟ بدبختی این فیلم این کار اینه. می‌دونید واسه همین میگم بالا پایین داره زیاد، نمیتونی هیچ وقتی چه روی هیچ حساب بکنی. و حتی خودشونم دایرکتور خود جان فابرو رو تیپ هم گفته که اشتباه کردیم که ما این کاری کردیم. من به اصطلاح یه مووی بازی کردم مثلا The Last Airbender که مال ام نایت شیامالان، ما قبل از اینکه فیلم بکنیم من اوردی کانترکت داشتم برای 3 تا فیلم دیگه. اینقدر اینو مطمئن بودن که این فیلم موفق خواهد شد ولی نگرفت اونجوری که بعد. ولی از نظر هنرپیشه همیشه ما یه ناامنی داریم و واسه همین همیشه دنبال رول بعدی هستیم. مسیر بازیگری همیشه مسیری بسیار لرزان و نامطمئن بوده، اما شان این ناامنی رو به نقطه قوت خودش تبدیل کرد. It's a long trip, no? No problem. Better free in Iraq. اون هرچه موفق‌تر می‌شد، سعی می‌کرد ریسک‌های بیشتری کنه و در نقش‌های متفاوت‌تری ظاهر بشه. و همین روحیه ریسک‌پذیرش بود که برای اون نقش‌های پیچیده در سریال‌های موفقی همچون هوملند رو به ارمغان آورد. همیشه دلم بخواد که خودم رو چالش بکنم. من اصولاً رولای دوست دارم که پیچیده‌ان. همیشه تو آدما یکم خوب و بد هست، بسگر که چقدر خوبی یا چقدر بدی. من رو هوملند دلیلی که اینقدر از این رول خوشم اومد اینکه آدم خیلی پیچیده ای بود. اگه نگاه بکنید از اول تا آخرش رو یه آدمی بود که خیلی قوی و خیلی آدم کش، ولی دلیلی داشت کارایی که میکرد. Do you know who I am? Majid Javadi. فیلم بعدی که به ذهنم میاد فیلم پاپا. نقش شما یه نقش شاعر بود و هیچ ربطی به ایرانی بودن یا به نژاد شما نداشت. چجوری شد که این رول رو به شما دادن؟ البته دایرکتور این فیلم پرودوسر کراش بود و
و خیلی جالب بود که این یک اعتماد به نفسی داشت که من میتونم رول امریکایی رو بازی بکنم و اصلا خم به روش نیومد که مثلا حالا تو مندم ایرانی هستی فلان و اینا. زیبا. گفتش که شور. گفت شور. اگه فکر میکنی میتونی بازیش بکنی. گفتم آره. سعی کردم من تو هنرپیشگیم رولای مختلف بازی بکنم و این باعث شد که نه حالا کاری بگیرم مثل سنو پیرسر که با جنیفر کانلی که یه مووی بود با کریس ابنز که حالا کردنش سریال سپرینگ 2020 در میاد، یه سریال اپل هست که فال در میاد و اون خیلی باید جالب باشه چون که رول ایرانی هم و راجب ایمیگریشنه و خدا رو شکر هنوز مشغولیم ولی این کار همش بالا پایینه. بازیگری همچون شان بارها و بارها از خودش و حتی از نقشهایی که براش نوشته شده فراتر رفته تا بتونه معمای هستی رو برای مدتی کوتاه هم که شده بر روی پرده به چالش بکشه. شاید که جنگجو توصیفی مناسب برای شرح مسیر زندگی بازیگری همچون شان تو باشه. اگه نگاه بکنی به یه همچین راهی که تو اینقدر تلاطم داشتی، یکی از بزرگترین شکست هایی که فکر میکنی تو زندگیت خوردی چیه؟ من نمیخوام به اصطلاح اینو بگم ولی زندگی آسون نیست، ولی من یه چیزی که یاد گرفتم یه احساسی باید بکنی که این رولی که از دست دادی مال کسی دیگه بود، مال تو نبوده. این امیدواری رو داری که فردا وقتی صبح بلند میشی این ایجنتت تلفن رو بهت میزنه میگی Guess what؟ یه رول محشر واسه داره میاد و تو رو میخوان. جیمز باند البته دیگه از من گذشته ولی هنوز من امیدوارم که یک روزی تو یکی از فیلم های جیمز باند حتی رول به اصطلاح بدشو بازی بکنم، رول بدگای بازی بکنم. خب ببین چی بیاد جلوی پات اون دیگه تموم میکنه برات و احساس رضایت کامل توی شغل و کارت داری؟ فکر نمیکنم ایش وقت این احساسو خواهد بکنم، چون که رول بعدی رو که بگیرم من میدونم که این رول تموم میشه و این احساسیست که هنرپیشه داره. چه حسی به این بچه‌های جوان‌تری که تو این راه دارن کار میکنن داری و چه صحبتی داری براشون که دوست داری به این حرف به گوششون برسه؟ این کار کاریست که نه زیاد بهت میگن. تو باید این قدرت رو داشته باشی که نذاری این نه جلوی موفقیت رو بگیره. بخوای هنرپیشه بشی نه به خاطر معروفیته، نه به خاطر پوله، ولی به خاطر این عشق به کاره. من امروز از تو درس امیدواری گرفتم. امیدوارم که بیشتر بتونیم با هم این صحبت‌ها رو داشته باشیم. قربونت برم. حقیقتاً لذت بردم شان. I love you. مرسی برای هر یک دقیقه که وقت گذاشتی. ممنونم ازت. مرسی از دعوتت عزیزم. قربونت برم. قربونت برم.